سلام، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های یک نواح یک خاطره. در خدمت نازنینی هستیم که می‌دونم همه شما با آهنگای ایشون خاطره دارید و آهنگاشون رو شنیدید. ضمن خیر مقدم خدمت ایشون که تشریف آوردن ونکوور و خوش آمد می‌گیم خدمت این عزیز، می‌خوام باهاشون آشنا بشیم. استاد نادر گلچین هستیم. سلام استاد. سلام بر شما و همه بینندگان، از بچه های کوچیک تو خونه گرفته تا پدر بزرگا. سلام و درود به همه ایرانیانی که در هر جای دنیا اقامت دارن و امیدوارم که بهشون زندگی لحظاتش ایامشون بهشون خوش بگذره و در پناه ایزد متعال باشه. خیلی خوش آمدید به ونکوور، خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستید. ضمن ارادت خاصی که من خدمت شما دارم، میخواستم بینندگان عزیزمون از نزدیک با شما زندگیتون و کاراتون آشنا بشن. میدونم خیلی ها کاراتون رو شنیدن، دیدن، ترانه مرغ سحر که همه میشناسن و همه میدونن شما اجرا کردید اولین بار و اجرای بسیار زیبایی بوده و خیلی بازخونی شده بعد از این و ترانه های دیگه قشنگی که شما اجرا کردید اولین بار و خواننده های دیگه بازخونی کردن، مثل ترانه کوچه باغ که اولین بار شما اجرا کردید، بعد آقای معین اجرا کردن، دل شکسته، شب آمد، افسانه، کوچه مرد، مهر سیاه چشمان، شوشتری بیداد، از پشت آتش و و و ترانه های شبیه این که حالا ازتون میخوام راجبش توضیح بدید. اولین سوالی که ما از هنرمندامون میپرسیم همیشه توی تلویزیون اینه که چجوری وارد عرصه هنر شدید، چند سالتون بود و چجوری وارد رادیو شدید، چون میدونم زمان قدیمی که شما شروع کردید بخوندن هنوز تلویزیون نیامده بود و شما از رادیو شروع کردید. میخوام توضیح بدید که چند سالتون بود و چه انگیزه باعث شد که شما پا به عرصه هنر بذارید. اینا رو واسه بینندگان عزیزمون توضیح بدید، میدونم که خیلی براشون جالبه که بشنون. اولا که این مسئله رو باید مطرح کنم که امروز چند سالمه؟ بله، این خیلی مهمه. برخلاف خانوما که سعی میکنن سن سالشون رو عنوان نکنن، من برستون برسونم که من الان چند روزی وارد 76 سال زندگی شدم. بله. و از این 76 سال 12 سالش رو که دوران کودکیه منها کنیم، من از 12 سالگی به بعد با میکروفون رادیو آشنا شدم در شهرستان و بعد رادیویی بود که در هفته یک روز برنامه داشت، یک شب برنامه داشت و من در اون روز چهارشنبه، یعنی شب پنجشنبه در رادیوی رشت ظاهر می شدم، حاضر می شدم و برنامه البته به لسان محلی اجرا می کردم. بعد رفته رفته در 15 سالگی وارد تنها تئاتری شدم که در گیلان بود به نام تئاتر گیلان
و در برنامه های اپرت موزیکال اونجا نقش آفرینی میکردم. در سن بعد از دیپلم هم آمدم، اول به رادیو رفتم، در شورای موسیقی رادیو که اون روز ریاستش رو مشیر همایون شهردار داشت، امتحان دادم و پذیرفته شدم، ولی به مناسبتی در تهران نموندم، به شهرستان برگشتم. همون رشت که زمین. دوباره برگشتم به رشت و همون وضعیت گذشته رو ادامه دادم. دیگه این بار عضو رادیو بودم، رادیوی رشت، هم خوانندگی میکردم، هم خبر میخوندم، هم قطعات ادبی گیلان رو اجرا میکردم، شعرهای اونجا رو معرفی میکردم، تا اینکه بالاخره در یک برخورد خیلی جالب و جاذبی از یک میهمانی که در تهران برگزار شده بود، فردای اون روز راهی هنرهای زیبای کشور شدم که میشه سال 1338. بله. و در اونجا پیش مدیر وقت آزمونی از من گرفته شد و من به همراه مرحوم محمود تاجبخش که نوازنده ستار و ویولون بود قطعاتی اجرا کردم و از اون تاریخ، از فردای اون روز در هنرهای زیبای کشور که بعد تبدیل شد به وزارت فرهنگ و هنر، بله، من عضویت پیدا کردم و بلا فاصله با اکثر سازندگان اون روز آشنا شدم و برای من قطعاتی ساختن که نام بخوایم ببریم دیگه، از آقای مرحوم عماد رام، بله، از آقای عباس خوشدل، از آقای محمد حیدری، از عبدالکریم مهرافشان، دیگه رؤسای ارکسترهای بزرگ بودن اون زمان، حسین دهلوی، بله، فروتن راد، حسن رادمرد و ارکستر سمفونی که به صورت ارکستر بزرگ به وسیله آقای حشمت سنجری اجرا میشد. گروه بسیار فعالی در اونجا فعالیت داشتن و برنامه‌هاشون هم شبا در تلویزیون اجرا میشد. اینی که شما فهمیدید هنوز تلویزیون باب نشده بود، چرا؟ تلویزیون بسیار ابتدایی با برد خیلی کم، بله، یعنی تا اون سمت کرج نمی رفت تصویرش، خیلی ضعیف بود، به وسیله یک کسی به نام ثابت پاسال که الان شبکه دوی تلویزیون ایران در همون محله، ضمناً آموزش فیلمبرداری و کارهای تلویزیونی هم در همونجا صورت می گیره تو بالای میدان آرژانتین تهران. بله. ما شبها ساعت 8 شب برای خلق الله می رفتیم برنامه اجرا می کردیم با گروه های مختلف که این آهنگایی رو که الان اجرا می کنید، بوی بهار و بچه نمیشم و دیگه ترانه های از این قبیل، همه محصول اون زمانه که به وسیله اون آقایون ساخته شد و پرداخته شد و ما هم اجراش کردیم. بله. بازی چه نمیشه،
به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشه، عقلمو زیر پا گذاشتی رفتی، تو منو گذاشتی رفتی، به غم زمون نیزه منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی نیزه، همه جا مشتمو با کردی ایزه، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه بر پا کردی ایزه، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. شما جز معدود خواننده هایی بودید که از زمان قدیم، یعنی زمانی که شما شروع به خوانندگی کردید، سبک موسیقی با الان خیلی فرق میکرد، بیشتر همه موسیقی سنتی بودش و موسیقی ایرانی به سبک موسیقی سنتی بیشتر طرفدار داشت، ولی شما جز خواننده هایی بودید که هم سنتی میخوندید هم پاپ سنتی، و این خیلی جالب بود واسه من وقتی آهنگاتونو گوش دادم و برام خیلی جالب بود. میشه راجع به این توضیح بدید که چجوری بوده، انگیزتون چی بود و به چه صورت شما هم سنتی میخوندید هم پاپ سنتی؟ اون سنتی رو اجازه میخوام که اصلاح کنم به موسیقی ملی. ملی، بله. بله. سنتی زیاد اینجا پاسخگو نیست. درسته. میبخشید. به حضورتون که چون قطعات به وسیله سازندگان مختلف ساخته میشد و تنظیم میشد و اجرا میشد، ناچار باید خواننده از اون سبک و سیاق ها پیروی میکرد. درسته. و به منم چون به خاطر سبک خاص خودم رو داشتم، از کسی تقلید نکرده بودم، خودم مبدع یه سبک و سیاقی بودم، پیشنهاد آهنگسازان اون روز رو همه رو میپذیرفتم. درست. چون هر کدوم از اونها در حال و هوای خودشون آهنگ می ساختن، در نتیجه یکیشون می شد نوای کاروان. درسته. که موسیقی کاملا اصیله. یکی می شد دل شکسته که موسیقی کاملا اصیله. یکی هم می شد کوچه باغ که موسیقی بینابینه، بین موسیقی سنت اصیله. درسته. ملیه و موسیقی ایرانی. من خودم شخصا به موسیقی که حال هوای خیلی ملی داشته باشه طالبترم، علاقمندترم، به همین دلیلی که از غزلیات شاعرایی مثل حافظ
بیشتر از دیگر شعرها استفاده کردم و اجرا کردم. هیچ علت دیگه نمیتونه داشته باشه مگر اینکه یک خواننده در تمام طول عمر خوانندگیش با یکی دوتا آهنگساز بیشتر کار نکرده باشه. درسته. در نتیجه به یه روال خاصی میخونه. درسته. ولی اگه قرار بشه که با آهنگسازان مختلفی کار بکنه و همکاری بکنه و یه مقداری هم صاحب ذوق باشه، ناچار باید بیاد رو سبک و سیاق اون کسی که اون آهنگ رو ساخته بله. کارش رو پیاده کنه و جز این علت دیگه نمیتونه داشته باشه. درسته، دقیقا. خب آقای گلچین، شما اشاره کردید که چون مردم و عوام همه موسیقی اصیل و سنتی رو یکی میدونن، شما اشاره کردید که موسیقی، من دوست دارم اسمش رو عوض کنم، موسیقی به موسیقی ملی. میشه بدونم فرق این دو موسیقی از نظر شما چیه؟ برای بینندگان عزیزمونم توضیح بدید، چون برای خود منم جالب بود فرقشو بدونم. بفهمید. ببینید، ریشه و اساس و مایه اصلی و اولیه موسیقی ما یه مشت دستگاه است. درست. حالا بحث این که چرا بهش میگن دستگاه یا چیز، یا چندین آواز، حالا به این صورت دستگاه هم نگیم. ما اساس کارمون که غربی ها ندارن این رو، چند آوازه، مثل شور، ابو عطا، افشاری، نوا، همایون، شوشتری، آوازهای مختلف که راست و پنجگاه و نمیدونم و از این قبیل آوازها. اگر یک آهنگی با توجه و با رعایت اصول اون آوازها و اون نوسانات ساخته و پرداخته بشه، اون رو بهش میگن موسیقی ملی. بله. و اون موسیقی سنتی ما نیست، اون موسیقی ملی ماست. درسته. مثل زبان ماست. درسته. مثل سعدیست. درسته. چطور سعدیست با گویش ما فرق میکنه؟ درسته. شما یه نوع گویشی دارید، من شمالی یه گویش دیگه ای دارم، ولی در مجموع همه پیرو یک ساختاری هستیم که مثلا سعدی گفته میشه. درسته. یعنی قاعدتا ما الان بریم به سبک بوستان سعدی و گلستان سعدی صحبت کنیم. بله. در حقیقت ولی تهرونی صحبت میکنیم، یکی اصفهانی صحبت میکنه، یکی مازندرانی صحبت میکنه. درسته. اون ملی بودن و غیر ملی بودنش اینه، اون ملیت ماست که اون چند دستگاه آواز رو داره. درسته. و اگر ما خواسته باشیم به صرف اون آهنگی رو بسازیم و به اصطلاح آماده عرضه به بازارش بکنیم، حتما اگر از اون مایه ها استفاده بشه به اون میگن یک تصنیف ملی، تصنیف ایرانی. بله. اما اگه خواسته باشه فقط تو مایه های ماژور و مینور که فرنگی ها بیشتر ازش، غربی ها استفاده میکنن، ساخته بشه، اون رو بهش میشه گفت آهنگ های پاپ و آهنگ های جاز و چیزایی که الان متداول جوان های ما هست که بعضی هاشون هم واقعا خوب هم نمیشه، اصلا منکرشون نمیشه شد. برصورت یه نوآوری، یه تحول که من به شخصه معتقدم که یه تحولی هم باید باشه. من خودم در خوندن بعضی از آوازا، مثلا من یه آوازی خوندم در مایه اصفهان به نام گریز، این برای آواز از غزل استفاده نشده. درست. شعر نوعه، یه از هم گریختیم بون نازنین پیاله دلخواه را دریغ بر خاک ریختیم. یعنی یه مصرع شد، از هم گریختیم و همین کوتاهی مثل بعدی شد به اون بلندی. شعر نوست، نو یعنی نوگونه است، نه نوع به اون معنا نیست. بله. اما اگر خارج و این محصولی که به دست آمده بیات اصفهان به معنای ردیفی نیست. درسته. که اصفهان بخونی بعد بیات راجع بخونی بعد نمیدونم
با شاق بخونی فلان بخونی، نه این ساخته و پرداختی دست خود ذوق اون خواننده است که به این صورت درش آورده. حالا بدی و خوبیش مربوط میشه به شنونده که این رو گوش میده. از هم گریختیم گل نازنین پیاله دلخواه را دریغ، بر خاک ریختیم. دیدار ما که آن همه شوق و امید داشت، اکنون نگاه کن که سراسر ملال گشت. میخواستم ببینم نظرتون راجع به موسیقی که انقدر الان متفاوت شده با زمان شما، نظرتون چیه؟ و خب یه عده هنوز طرفدار موسیقی حالا به قول شما ملی یا سنتی هستن و یه عده زیادی از جوانهامون دوروبر موسیقی پاپ، موسیقی های رپ و از این قبیل موسیقی ها هستن، راک که الان خیلی متداوله توی ایران، یه عده طرفدار این موسیقی ها هستن. میخواستم نظرتون رو به عنوان یک خواننده‌ای که شما تحجری هم اونجوری که دارید میگید روی موسیقی ملی یا سنتی ندارید و زمان خودتون شما هم پاپ سنتی میخوندین، میخواستم ببینم الان نظرتون راجع به تفاوت موسیقی الان با گذشته چیه و به نظرتون آیا باید اینجوری بشه یا اینکه باید حتما از موسیقی ملی هم استفاده بشه تو موسیقی ما. ببینید اساس کار ما، اون خمیرمایه اصلیه موسیقی ما، موسیقی ما مخصوصا در شرق، مخصوصا موسیقی ایرانی، شعره. یعنی اگر ما توجه به شعر بکنیم در حقیقت میشه گفتش که کارمون رو انجام دادیم. اگر بی توجه به شعر باشیم این مقدار میشه گفتش که علاوه بر اینکه وظایفمون رو انجام ندادیم که هیچی، یه مقداری هم خطا رفتیم، یعنی گزافه گفتیم. اگر اونی که میخواد یک تحولی در موسیقی ایجاد بکنه به شعر توجه داشته باشه و سعی کنه که بنیان شعریش سست نباشه، نمیگم حتما بره سراغ حافظ یا سعدی یا مولانا یا غریزالی، یعنی شعری که معنی داشته باشه، شعری که مفهوم داشته باشه، یعنی از مطلع اون گفته تا اون آخرین نقطه فینالش مضمون داشته باشه، یه چیزی رو برسونه، من شنونده ازش یه چیزی دستگیرم بشه. درسته. به اون صورت بخواد باشه هر تحولی خوبه. عرض کردم که موسیقی بد وجود نداره. ما بگیم آقا این بده اون خوبه، این بد میخونه اون خوب میخونه، نه همچی چیزی نیست. اون بد و خوبیشو باید یک انجمنی، یه هیئتی، یه هیئت نظارتی بشینن نظارت کنن و مسائل مختلف رو پیش بکشن، بعد بگن آقا این خوبه یا اون بده. ولی موسیقی است که طبع میپذیره. درسته. شما میگی من از صدای فلانی خوشم میاد، از نحوه خوندنش خوشم میاد، اون میگه من خوشم نمیاد. درسته. بخوای بپرسی چرا، این چراش جواب نداره. درسته. طبعش اینجوری اون رو گرفته، پذیرفته، اونم طبعش نپذیرفته، به اون صورت در اومده. ولی من حس المجموع به طور کلی اگر زیاد روی نشه، اگر افراط و تفریط نشه و تنظیم های خوب بشه که بعضی ها هست الان در خود همین اینجا و امریکا و اون جایی که تا حدی که من خودم به گوشم شنیدم کارهای خوبی در اجرا میشه، ما نمیتونیم در جا بزنیم که
ما نمیتونیم در زمان بمونیم، حتما باید یه قدمایی رو برداریم به جلو. حالا این جلو رفتن افراط و تفریطی نباشه، به صورتی باشه که از حد عقل و منطق و شعور انسانی برخوردار باشه، ولا یه چیز وقتگیره و یعنی شما نظرتون سست. اینه که اگر باید تحول آهنگ بشه. بله باید تحول انجام بشه، ولی در قالب اینکه یک شعر معنی داشته باشه و بله. قشنگ باشه و یک تنظیم قشنگ باشه بله. حالا هر سبکی میخواد باشه بله. میخواد رپ باشه، جاز باشه، راک باشه، یا پاپ باشه، یا سنتی باشه بله. فرقی نمیکنه. خب استاد گلچین، میدونم با اساتید نامی موسیقی ایران شما کار کردید، مثل استاد پایور، استاد بدی، استاد اسدالله ملک، و میدونم که با همه اینا یه خاطره ای هم دارید. اول میخواستم با کسانی که کار کردید و مثلا شاعرهایی مثل استاد معینی کرمانشاهی و غیره و زالک، میخواستم که یه اشاره کنید با اساتیدی که کار کردید در گذشته چه کسانی بودن، و اینکه اگر خاطره چیزی از این عزیزان دارید و باهاشون دارید و خاطره از خوندنتون دارید برای بینندگان عزیز ما بگید، خوشحال میشیم بشنویم. من همونطور که اشاره کردید با مرحوم شادروان حبیب‌الله بدیعی اکثر آوازهایی که خوندم با ویولون ایشون خوندم و با پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک، فرامرز پایور و دیگر آقایونی که در بد و امر اسامیشون رو اعلان کردن و آقایون یوسف زمانی ها، یعنی حسن یوسف زمانی و حسین یوسف زمانی و مرحوم رضا قلی ملکی، همایون خرم که اشعار حافظ رو که ایشون روی این شعرها آهنگ گذاشته بود تحت عنوان شاخ نبات اجرا کردم، و از سال 1346 که به وسیله رئیس وقت سازمان صدا و سیما اون روز به تلویزیون، به رادیو تلویزیون دعوت شدیم از هنرهای زیبا، از وزارت فرهنگ و هنر، من با گروه پایور رفتم به رادیو، این تنها خواننده‌ای که از وزارت فرهنگ و هنر رفت به رادیو من بودم با گروه پایور، که محصولش همین مرغ سحری است که الان نوارش موجوده. این برای اولین کاری رو که با گروه پایور در رادیو ما اجرا کردیم این آهنگه. بله. بعدش دیگه برنامه‌های مختلفی بعد این بود که یکی یکی دیگه بردن اسامیشون یه مداری وقت و زمان گیره. ترانه زیبای مینوش را با صدای نادر گلچین و همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران می‌شنوید. Thank you.
نوش که خورشید به میخانه درخشید. می نوش که گل کرده ز مستی رخ خورشید. این میز بهشت آمده این جام ز جمشید. مرغ سحر یک اثر جاودانه و پایداریه که همه میشناسن. میدونم اولین بار توسط قمر وزیری اجرا شد و بعد از 50 سال شما اجراش کردید. بله. و بعد از شما استاد شجریان شهیدی بله. و خانم هنگامه اخوان بله. و این آخری آقای اسمشونم فراموش کردم، آقای جمشیدی، فاضل جمشیدی اجرا کردن، ولی من همه رو گوش دادم، هیچ کدوم به زیبایی و لطافت اونی که شما خوندید نبوده. بله. اگر راجع به مرغ سحر، ترانه مرغ سحر یه توضیحی واسه بینندگان عزیزمون بدین و بگین که انگیزتون چی بود بعد از 50 سال، چجوری اون آهنگ رو انتخاب بله. کردید و دوباره بازخونی کردید؟ ممنون میشم. آهنگ مرغ سحر که یه مقداری در زمان خودش، زمانی که به وسیله مرحوم نیداوود ساخته شد، مرتضی نیداوود، و به وسیله ملک شعرهای بهار شعرش سروده شد، در اون زمان خب اون ستاره معروف و کم نظیر آواز ما خانم مرحوم قمر وزیری این اجرا شد و تمام نوت و
به اصطلاح مشخصات آهنگ چون دست آقای پایور بود. بله. و آقای پایور هم از شاگردان مرحوم سبا بود. بله. ایشون صحیح ترین اجرای آهنگ مرغ سحر رو در اختیار داشتن. بله. بعد آمدن پیشنهاد دادن به من. بله. و من این رو در رادیو اجرا کردم و زمان در زمان مورد بازخواست هم قرار گرفتم که مرغ ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده بود. من گفتم که من بحث سیاسی و غیر اینا ندارم، من به مناسبت زیبایی کلام و زیبایی آهنگ این رو اجرا کردم. درست. و شنونده هم پذیرفت و مسئله پیش نیامد و مقبول جماعت بیننده و شنونده هم قرار گرفت. بعد من این رو در ماهور فا ماژور خوندم. بله. به همین دلیل تا گوشه های شور و رضوی و ایناش رو هم خوندم. بعضی ها یه مقداری به عقیده من اشتباه کردن، از ماهور دو ماژور اجرا کردن و وقتی به گوشه های دلکش و شور و غرچه و ایناش که رسید اون رو ناچار شدن که پایین بخونن. درسته. در حالی که آهنگ باید از اول اون آرامش خودش رو داشته باشه که بعد به اوجش برسه. که من اون کار کردم، بعضی از آقایون برعکس این عمل کردن. درسته. و در نتیجه ظرافت این بهتر شد. مرحوم کسایی هم یک مطلبی رو با یک نثر خیلی قشنگ کتیبه وار به وسیله آقا پسرشون آقا جواد فرستادن خونه برای من، خدا رحمتشون کنه. و در اونجا قید کردن که همونطوری که همه معتقدن اجرای خوب این برنامه به وسیله فلانی بوده و اینا، که من به روح پاکشون از همینجا درود میفرستم. بول بول پر بسته
ز کنج قفس ترا Mohtasar, Mohtasar.